میخوام ببرتون به کتاب ایوب یه استراتژی جنگ روحانی رو به شما یاد بدم. دیگه آیه لویتان را با قلاب توانی کشید؟ خب پس اومدیم سراغ جنگ اول. جنگ اول جنگ نظامیه، ستون نظامی رو باید بزنی و اینجا یه جنگ روحانی. خدا در به ایوب یاد میده میخوای بلندشی پیروز بشی باید ستون نظامی دشمنتو بزنی. دشمنت که لویتان، کسی که اومده به سرزمین ما زده، چهار تا ستون رو تو داره میزنه، تو هم باید بزنی. اما جنگ ما روحانیه، ما با انسانها سرکار نداریم، جنگ ما با دنیای تاریکی و روحانی که پشتشونه. اصلا جنگ ما هم زمینی نیست بلکه روحانیه. این لویتان که الهه هرج و مرج، ترس، وحشت، کشتار و ویرانیه، این چیه و کیه؟ واژه لویتان از ریشه کلمه لاوا میاد، به معنی به هم بستن، باریسمان، دو تا چیزی رو باریسمان به هم ببندی، حتی تو دست رو میبندی میگه لاوا، دو تا چیز با هم میبندی میگه لاوا، یه چیز رو باریسمان میبندی میگه لاوا، دو تا چوب رو با هم میبندی میگه لاوا. در واقع بستن دو تا چیز با هم دیگه توسط یک تناب. کارش چیه؟ بستنه که تمام قدرت شخص رو میبنده. حالا برعکس اونه، میخواد زوراور بشه که بیاد چیکار کنه؟ قوم خدا رو ببنده. به جهت چی؟ اسارت. کار لویتان اسیر کردن و ویران کردن و کشتنه. به همین دلیل کاری که الان دارن میکنن، مردم رو میگیرن، میزنن، میکشن، دقیقا این روح لویتانه. پس اگر قراره جنگ روحانی بکنی کلیسا، با کدوم روح سر کار دارید؟ لویتان. خدا داره میاد میگه که آیه لویتان را که خودش کارش اینه که دیگران رو میبنده، آیا تو میتونی کسی که همه را میبنده تو ببندیش؟ این مردم زمانی میتونن که باید ببندن قدرت ها رو. اونی که مردم رو میبنده ببندنش. چون شخصی زوراورتر آید تمام اسلحه هایی که بدان اعتماد داشت، اینا اعتمادشون به چیه؟ به اسلحه شونه. فکر میکنین اگه اسلحه رو از این موتوریا بگیرن چه خواهند بود؟ آها، نی به اسلحه شون اعتماد میکنن و کلام خدا میگه اسلحه شو بگیری دیگه مرکز اعتمادش رو زدی. تو جنگ های روحانی هم همینه، تو باید اسلحه شیطان رو بگیری، تمام اسلحه‌ای که بهش امید داره، تمام چیزی که به تو میده، اگه اسلحه‌هاشو ببندی فلج میشه در مقابل تو. اگه مغر شیطان که اسلحه دونیشو، دیوها و ساختارشو که با هم جمع میشن و اسلحه‌های خودشون داره، روح مرگ، روح ترس، روح فریب، اینا تمام اسلحه‌های شیطانه. به پادگانش بزنی، بری به پاسگاه‌های دنیای تاریکی بزنی، اسلحه‌هاشون ازشون گرفته میشه. با چی؟ برعکسش خدا داره به ما میده برکت، سلامتی، شفا، امنیت، آرامی، آرامی خداوند، اعلام نیکویی‌های خداوند. تمام قلعه‌ها و پاسگاه‌های شیطان باید فرو برید. مقر نداشته باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. به همین دلیل دوم قرنتیان باب 10 میگه باید دژهاشون رو فرو بریزی. میگه دژها از چی ساخته میشه؟ از فکرای دروغ. دروغ 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 از طریق اینها مردم رو اسیر میکنه. میگه تو چه ستا دارن چی کار میکنن؟ دروغ 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 دروغ. اینجاست که باید فرو بریزه. وقتی یه ایماندار یاد میگیره فرو بریزه قلعه های تاریکی رو، هیچ قدرتی دیگه در مقابل تو نداره.